بنیاد خیریه بیات بسته های غذایی را روزانه به خانواده های قربانیان زلزله هرات می رساند. همه روزه هزاران بسته مواد غذایی برای این خانواده ها توزیع می شود. این وعده های غذایی روزانه توسط تیم کاری بنیاد بیات به مناطق زلزله زده فرستاده می شود. متاسفانه ما اینجا آمدیم، بسیار وضعیت ناگوار است، مردم بسیار پریشان است، تلفات انسانی بسیار زیاد است، خرابی بسیار زیاد شده و بنیاد بیات همیشه در اطور حوادث زودتر خود می رسانه. خوشبختانه فعلا آمدیم، دو سه روز است که مواد غذایی روزانه به 5000 نفر ما توزیع داریم و کمک های دیگه ما پیشتر انقریب می رسه و خیر. همچنان این بنیاد برای زخمیان زلزله امروز نیز در شفاخانه حوضوی هرات پول نقد کمک کرده است. در زلزله که بامداد امروز اتفاق افتاد بیش از 140 تن زخمی شدند که تمام آنها به شفاخانه حوضوی هرات منتقل شدند. مسئولان در بنیاد خیری بیات میگویند تلاش میکنند تا سطح همکاری ها را برای زلزله زدگان در این ولایت بلند ببرند. آمدیم در شفاخانه حوضوی شهر هرات آمدیم که یک تعداد زخمی جدید آمده بود، از اینا دیدان دیدار کردیم و کمک های نقدی بود برای جاب کمک کردیم و این کمک های ما ادامه داره. با این حال شمار از باشندگان مناطق زلزله زده از ارسال کمک های غذایی نهادهای خیریه خرسند هستند. آنها میگویند در حال حاضر هیچ امکانات ندارند تا بتوانند غذای خوردن خود را آماده کنند، بنابراین کمک های غذایی را همه روزه و به گونه منظم دریافت میکنند. تا حالا که همی 4-5 روزی میرسه و سلانه میاره غذا را یک لخ میاره که بخیر زیاد هم میشه. حالا که در موجود میره این خدا کار میشه از در بر میاره. تو رو که با ما هیچ کم رسی نکرده. حالا کیسه ها در کیسه پر از نون کتشته یا مسلمان ها با ما خیلی کمک میکنه، از هر نگاهی با ما کمک میکنه، از او و از نون و برادر، از چای و دشلمه و دیگه، از هر نگاهی که بگی با ما خیلی خدمت میکنه. در همین حال شرکت مخابراتی افغان بیسیم یک پایه آنتن مخابراتی را در مناطق زلزله زده فعال ساخته است. مسئولان این شرکت میگویند به خاطر دسترسی آسان باشندگان این مناطق به خدمات تماس، این آنتن مخابراتی را فعال ساختند. حالا همه کسانی که در این مناطق مصروف رساندن کمک هستند و باشندگان محل به خدمات تماس از طریق شبکه افغان بیسیم دسترسی دارند. خوشبختانه مسئولین افغان بیسیم و مسئولین هرات امروز خواستند که یک پایه آنتن در اینجا نصب کنه و خاطر از اینکه این مشکلات مردم را رفع کنه. در این ساحه بیشتر هیچ کمپانی مخابراتی خدمات نداشتن. افغان بیسیم خوشبختانه اولین شرکت مخابراتی است که به زودترین فرصت وسایل خود را اینجا آماده کردن و برای مردم این قریجات که مربوط ولسوالی زندجان میشن یک آنتن وضع کردن. بنیاد بیات همواره در قسمت کمک رسانی به حالات اضطرار در کنار مردم کشور بوده است. از توزیع مواد غذایی، پول نقد، پوشاک و دیگر همکاری ها را همواره برای مردم کشور داشته است.